سلام، اینجا درنگ. ممنون که ما رو دنبال میکنید. اختراعاتی وجود دارند که اغلب مردم فکر میکنند این اجسام در جهان مدرن یا حداقل قرون وسطا اختراع شده است. اما تمام آنها مربوط به زمان پیش از مسیح هستند. فوتبال. رومی ها و یونانی های باستان با انواع زیادی از بازی های توپی آشنا شده بودند که در بعضی از آنها شروط استفاده از پا ضروری بود. در بازی رومی هارپستون باور داشتند که از یک بازی تیمی به نام اپیسکیروس اقتباس شده است. سیاستمدار رومی به نام سیسرو از یک مرد نام میبرد که زمانی که برای زدن مویش به سلمانی رفته بود در اثر پرت شدن توپ به آرایشگاه مرد. مدرک مستندی از فعالیتی شبیه به فوتبال نیز در آیین‌نامه ارتش چین یافت شده است که بین قرن‌های سوم تا اول قبل از میلاد گردآوری شده است. در آنجا از ورزشی به نام سوجو، ترجمه تحت لفظی ضربه به توپ، نام آورده شده که با یک توپ چرمی شروع می شد. بازیکنان این توپ را به درون سوراخ‌هایی که در وسط یک تکه لباس ابریشمی بود می انداختند که در بین نیهای بامبو بسته شده بود. مسواک. انواع مختلفی از پیشگیری های بهداشتی مربوط به دهان از زمانهای باستان وجود داشته و در تاریخ ثبت شده است. این موضوع به وسیله حفاری‌هایی که در سراسر جهان انجام شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این حفاری‌ها تکه چوب‌های جویدنی، شاخه‌های کوچک درخت، پرهای پرندگان، استخوان‌های حیوانات و تیغ‌های جوجه تیغی کشف شده است. در طب هندی، آیورویدا از درخت نیم استفاده می‌شد و این درخت برای تهیه ماسک و محصولات مشابه برای هزاران سال پرورش داده می‌شد. یک نفر انتهای شاخه این درخت را می‌جوید تا به شکل رشته‌های مسواک درآید و بعد از آن برای تمیز کردن دندان‌هایش استفاده می‌کرد. در جهان مسلمانان مسواک یا سیواک عبارت بود از شاخه یا ریشه گیاهانی که خاصیت ضدعفونی کننده داشتند. مسواک از دوران عصر طلایی اسلام به طور گسترده‌ای استفاده می‌شد. بخیه. بخیه تاریخچه طولانی و عجیبی دارد که به مصر باستان برمی‌گردد. در آنجا از هر چیزی از پوست درخت تا مو برای بخیه زدن گوشت انسان استفاده می شد. پزشکان 4000 سال پیش برای بستن زخم از بخیه زدن استفاده می کردند. یافته های باستانشناسی مصر باستان نشان می دهد که مصری ها از کتان و رگ و پی حیوانات برای بستن زخم ها استفاده می کردند. در هند باستان پزشکان از شاخک های سوسک ها یا مورچه ها به عنوان گیره‌ای که زخم ها را جوش می داد استفاده می کردند. آنها برای این کار حشرات را گرفته و بدنشان را نصف می‌کردند و این شاخک‌ها را از بدنشان جدا می‌کردند. از دیگر موارد طبیعی که برای بستن زخم استفاده می‌شد، می‌توان از کتان، مو، علف، نخ پنبه، ابریشم، موهای ریز خوک و دل روده حیوانات نام برد. نقشه. یک لوح سفالین بابلی به عنوان اولین نقشه شناخته شده جهان ثبت شده است. این لوح سال 1930 در حفاری‌های خرابه‌های شهر گاشو در نوزیه در محوطه بابل قدیم عراق امروزی از زیر خاک بیرون کشیده شد. این نقشه به قدری کوچک است که در کف دست جای می‌گیرد. بیشتر مکان‌های این نقشه مربوط به دودمان پادشاهی ساراگون، پادشاه آکود 2300 تا 2500 قبل از میلاد می‌باشد. روی لوح مرزهای دو منطقه خشکی مشخص شده است و مجرای آب زمین‌ها را بدونیم کرده است. این لوح خاص با اشکال میخی نوشته شده و با نمادهای مخصوص روی سفال علامت گذاری یا قلم زنی شده است. نوشته های روی نقشه هویت برخی افراد و اسامی برخی مکانها را مشخص میکند. صابون. قدیمی ترین مدرک ثبت شده از تولید مواد صابونی شکل مربوط میشود به 2800 سال قبل از میلاد مسیح در بابل باستانی. فرمول صابون ترکیبی از آب، ماده قلیایی و روغن کاسیا که بر روی لوح گلی تقریبا مربوط به 2200 سال پیش نوشته شده است. در پاپیروس ابرز نوشته شده است که مصریان باستان به طور مرتب حمام می کردند و روغن حیوانی و گیاهی را با نمک های قلیایی ترکیب می کردند تا ماده شبیه صابون خلق کنند. و در آخر خمیر دندان.
قدیمی ترین اشاره به خمیر دندان مربوط می شود به نسخه های خطی مصری مربوط به قرن 4 بعد از میلاد که در آن مخلوطی از گل های زنبق و سوسن تجویز شده است. فرمول ساخت بیشتر خمیر دندان های اولیه بر پایه ادرار بوده است. یونانی ها و سپس رومی ها با اضافه کردن پاک کننده هایی مثل استخوان های خرد شده یا پوست های صدف ساختار خمیر دندان را بهتر کردند.